نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه هشتم شعبان سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با نحوه ارث بردن زوجه فرمودند دلیل خاصی در رابطه با ارث زوجه وجود دارد که زوجه از عین ساختمان و زمینی که در آنجا سکونت داشتند و متعلق به زوج بوده ارث نمیبرد اما در غیر این مورد از تمامی موارد دیگر چه از ساختمان و حتی سایر زمین ها ارث میبرد معظم الله در ادامه فرمودند مثلا اگر زوج دارای خانه‌های متعددی است که در یکی از این خانه ها او و خانواده سکونت دارد اما سایر خانه ها را اجاره داده است زوجه در چنین شرایطی از ساختمان سایر خانه ها و حتی زمین آنها ارث میبرد ایشان همچنین تاکید فرمودند لذا ارث زوج از خانه ای که در آنجا همراه با شوهرش سکونت داشته است این گونه است که از زمین این خانه و از عین ساختمان ارث نمیبرد فقط از قیمت خانه ارث میبرد آیت الله العظما رازی در رابطه با ارث بردن زوج از زمین های کشاورزی فرمودند اگر زوج زمین کشاورزی و یا باقی داشت که همراه با خانواده در آنجا سکونت هم داشتند زوجه از زمین آنجا هم ارث نمیبرد و فقط از قیمت درخت های آن ارث میبرد اما اگر زوج زمین کشاورزی،, کشاورزی و باقی داشت که از آن برای کسب و کار و خرید و فروش استفاده می کرد از تمام آن ارث می برد. با هم فرمایشات آیت الله عزما شیرازی را ببینیم و بشنویم الاثار شک فی زیاده و علاقیصت المخصص القدر المتيقن هو الذي خصص العموم العمومات تقول ترث الزوجة مثل غير الزوجة من الورثة من كل شيء فقد خصص بالأرض أرض من الدار اللي كانوا يسكنوها أو البستان اللي كانوا يسكنون به أما إذا تشتري أراضي وتدخرها هشري الخلي لا ترث من كل ذلك